تکنیک های فراگیری لغات به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. برای زبان آموزانی که با تکنیک های فراگیری آشنا نیستند، شاید فراگیری لغت ها یکی از بخش های خسته کننده در پروسه فراگیری زبان باشه. اما برای شما که با فراگیری تکنیک های افزایش روحیه و قوای فیزیکی و دیگر تکنیک ها در حال فراگیری هستید اینگونه نیست. با این وجود تکنیک هایی برای سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن فراگیری لغات وجود داره که بد نیست اونا رو بدونید. تصویرسازی ذهنی طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط زبانشناسان و دانشمندان حوزه فراگیری و زبانشناسی یکی از تکنیک هایی که میتونه تا حد فوقلادهی در کیفیت فراگیری شما موثر باشه تکنیک تصویرسازی ذهنی و ساختن جملات انگلیسی در حین فراگیر لغات جدیده اشکالی نداره اگر جمله سادهی میتونید بسازید جای نگرانی نیست کم کم که پیشرفت کنید جملات ادبیتری و سلیستری خواهید ساخت. به عنوان مثال فرض کنید میخوایم معنی و مفهوم کلمه پاندروس با اسپل P O N D E R O U S رو مرور و تمرین کنیم. البته این کلمه یه صفته و به معنی فارسی بسیار سنگینه. تعارفی که ممکنه در یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی برای اون پیدا بکنید شامل کلمات TDS با اسپل T E D I O U S، D U L L awkward A W K W A R D ungainly با اسپل U N G A I N L Y weighty با تلفظ W E I G H T Y یا heavy با اسپل H E A V Y باشه دقت داشته باشید که در حال حاضر شما با فراگیری یک کلمه و ارجاع به دیکشنری با هفت کلمه دیگه آشنا شدید. این هفت کلمه کلمات مرتبط و به عبارتی مترادف با لغت ما هستند ممکن از این هفت لغت دو یا سه و یا حتی یکی از اونا رو بدونید همین دانسته های قبلیه که آدرس لغات جدید رو در به خاطر سپاری و به خاطر آوری لغات جدید بسیار آسون میکنه اگر هیچ کدام از کلمات مترادف با لغت برایتون آشنا نیست میتونید از دانسته های خودتون یه مترادف برای اون لغت پیدا کنید مثلا وری بیگ میتونه تعریف مناسبی برای این لغت باشه اشکالی نداره که از لغات ساده اما درست که از دانسته های شما ریشه میگیره استفاده کنید در ضمن میتونید از کلمات متضاد برای تعریف لغت جدید استفاده کنید مثلا برای تعریف این لغت میتونید بگید not small به هر نحوی که ممکنه سعی کنید لغت جدید رو در ذهن خودتون تصویر سازی کنید و اون تصویر ذهنی رو به لغت متصل کنید از قوه تخیل خودتون و یا از خاطرات خودتون کمک بگیرید و یه تصویر در ذهن خودتون بسازید البته تبدیل تصویر ذهنی به جمله انگلیسی شاید در ابتدا کمی مشکل باشه اما با کمی تغییر در تصویر ذهنی اون رو به جمله تبدیل کنید و بر روی کاغذ جمله برای اون لغت بسازید و اون جمله رو نیز به اون تصویر در ذهن تو متصل کنید و علاوه بر تک تکرار لغت جمله رو نیز با صدای رسا تکرار کنید و یا اینکه میتونید یک لغت انگلیسی رو با یه لغت فارسی که تلفظ یا املای مشابهی داره به نحوی مرتبط کنید البته ممکنه این ارتباط از لحاظ معنایی الزامن با هم ارتباطی نداشته باشد به عنوان مثال اگر شما در اولین بار به لغت تانگ با اسپل تی او ان جی یو ای به معنی زبان برخوردید متوجه میشید که تلفظ اون شبیه تانک در فارسیه بنابراین میتونید از ذهنتون مجسم کنید که به جای زبان یک تانک از دهن کسی در حال خارج شدنه و یا اینکه در مواجهه با لغت گالت به معنی گلو در ذهنتون از تشابه تلفظ هر دو کلمه در زبان فارسی و انگلیسی استفاده کنید و همزمان با تکرارهای این لغت تصویر گلو رو تو ذهنتون مرور کنید و یا اینکه فرض کنید شما به لغت ولروس به معنی شجاع برخوردید تو این حالت میتونید تو ذهن خودتون چنین مجسم کنید که در کنار دریا ایستادید و مشغول تماشای والا هستید والا یکی به سطح آب میان ولی به محض اینکه شما رو میبینن میترسن و فرار میکنن یک وال روس یک وال از کشور روسیه به سطح آب میاد و به جای اینکه از شما فرار کنه به سمت شما میاد شما با خودتون میگید وال روس وال روس چقدر شجاعه این تکنیک به شما کمک میکنه هرچه بهتر معانی لغات رو به خاطر بسپارید همچنین هر چقدر تصویر ساخته شده عجیب تر باشه به خاطر آوردن اون هم آسان تره. البته نوشتن درست دیکتهی کلمه و همچنین خوندن کلمه با صدای رسای خودتون رو با تلفظ صحیح فراموش نکنید که بسیار مفید خواهد بود. <applause> تکرار با پیروی از تکنیک ها یک حقیقتی وجود داره و ممکنه برای بعضی خوشایند نباشه اینه که رمز اصلی فراگیری نه تنها زبان بلکه هر حرفه و هر مهارتی تکرار و تکراره مطالعات نشون دادن که احتمال فراگیری لغتی که بیش از ده یا 20 بار به هنگام مطالعه متن‌های مختلف دیده میشن بسیار بیشتر از لغاتی که کمتر تکرار شدن همانطور که قبلا هم گفته شده بود زبانشناسان به اتفاق معتقدند که تکرار لغات با صدای بلند به فراگیری اونا کمک زیادی میکنه البته منظور صدای بلند این نیست که حتما باید داد بزنید منظور صدای سای که با زبانتون ادا بشه بنابراین گاهی همین تکرار کردن ساده حافظه شما رو برای به خاطر سپردن لغات دشوار یاری میکنه در ضمن توصیه میشه که جمله کاملی که اون لغت در اون جمله هست رو تکرار کنید با صدای رسا اون جمله رو بخونید مخصوصا تکرارهای بعدی پس از اینکه به اون لغت مسلط شدید کیفیت یادگیری رو تا چهار برابر بهبود میبخشه البته جایی نگرانی نیست با استفاده از تکنیک کارت های نمایش و یا استفاده از دفتر یادداشتتون لغاتی که بر اونها مسلط شدید رو خواهید داشت و باز هم تکرار خواهید کرد <applause> کارت های نمایش فلش کارت. استفاده از کارت های نمایش یکی از تکنیک های مناسب برای مرور لغاتی که نیاز به تکرار دارند این روش موثر و مفید و در عین حال کم هزینه است روش کار به این شکل که یک دسته کارت مقوایی در اندازه‌ای که در جیب جا بشن تهیه می‌کنید و در یک روی اون لغت انگلیسی رو می‌نویسید و در سمت دیگه کارت معنی و مفهوم اون رو ترجیحاً به انگلیسی وارد میکنید همونطوری که کارت ها رو مرور میکنید لغت ها رو به دو دسته تقسیم میکنید اونایی که معنی اونها رو فوراً به خاطر میارید و اونهایی که به راحتی نمیتونید معنی اونها رو به خاطر بیارید به مرور لغت هایی که هنوز به اونها تسلط پیدا نکردید انقدر ادامه میدید تا اینکه مطمئن میشید اونها رو به خوبی یاد گرفتید البته پیروی از تکنیک های گفته شده قبلی در حین استفاده از فلش کارت ها رو فراموش نکنید دفتر لغت سعی کنید حتما یه دفتر لغت مناسب تهیه کنید و هر موقع که به لغت جدیدی در هر کجا برخوردید اون رو در دفترتون یادداشت کنید. نه فقط به نوشتن لغت و معنی اون اکتفا نکنید. بعضی از مواردی که میتونید در دفترتون ثبت کنید عبارتند از توضیح انگلیسی، تلفظ صحیح، البته با الفبای فونتیکی و نه به فارسی. معنی لغت، مترادف ها، متضادها، تصاویر، جملات نمونه به انگلیسی، نوع کلمه اسم، فعل و غیره، لکات گرامری، قابل شمارش بودن، غیر قابل شمارش بودن و غیره، کلمات هم خانواده و غیره. البته میتونید زمانی که به دیکشنری برای استخراج اون لغت مراجعه میکنید، تمام این اطلاعاتو بنویسید و نوشتن لغات جدید طبیعتا در فراگیری بهتر شما نیز موثر خواهد بود. از تکنیک ساختن جمله با لغات جدید نیز میتونید استفاده کنید و برای اون لغت چند جمله بسازید و بنویسید و یا اینکه با اختصاص بخش های جداگانه صفحاتی رو به موضوعات خاصی اختصاص بدید مثلا یه قسمت جدا برای حیوانات قسمت جدا برای رنگ ها و شکل ها قسمت جدا برای پولها قسمت جدا برای مسافرت غذاها و میوه ها و غیره همونطور که قبلا هم اشاره شده بود در پروسه ای آدرس دهی لغات جدید در ذهن و مغز شما در زمانهای مختلف در آینده لغات جدید باز هم به ذهن شما خطور خواهند کرد که در این حالت دو امکان وجود داره یا اینکه معنی و مفهوم اون لغت رو به یاد میارید و همین به یادآوری دوباره مروری بر اون لغت خواهد بود و یا اینکه معنی و مفهوم اون لغت براتون گنگه که در این صورت لازم دوباره اون لغت رو مرور و تکرار کنید البته اگر از تکنیک هایی که تاکنون گفته شده به درستی استفاده کنید و روی کرد فراگیری خود رو روش فراگیری عمیق قرار بدید کمتر این اتفاق خواهد افتاد که لغتی به ذهنتون برسه و معنی و مفهوم گنگ و ناشناخته ای داشته باشه با این وجود در صورت مواجهه با چنین حالتی کار امروز و این لحظه رو به فردا و آینده نیندازید و در اولین موقعیت معنی و مفهوم و لغت و یا لغات رو تکرار و مرور کنید اگر در همون لحظه امکان این کار وجود نداشت، حتما لغات رو یادداشت کنید که فراموش نکنید با کدوم لغات مشکل داشتید مطالعه منابع دلچسب و لذت بخش در بخش مربوط به مطالعه در مورد تاثیر خواندن منابع دلچسب و لذت بخش کاملا توضیح داده شد که این نوع مطالعات و همچنین مطالعه آزاد تا حد بسیار زیادی میتونه بر روی مهارت های دیگه ای شما به خصوص فراگیری لغات جدید مفید و موثر باشه اما توجه داشته باشید که تکنیک های گفته شده در این بخش و بخش مطالعه رو حتما رعایت کنید اگر تکنیک هایی که از ابتدا تا کنون گفته شده رو فراموش کردید لازمه که چند بار دیگه اونا رو مرور کنید و به صورت عمیق فرا بگیرید دقت داشته باشید که از لغات جدیدی که معنی و مفهوم اونها رو نمیدونید پرش نکنید تکنیک هایی که میتونید در مطالعه منابع دلچسب و لذت بخش و کلا مطالعه آزاد با روی کرد پیشرفت و بهبود در یادگیری لغات از اونها استفاده کنید شامل موارد زیره علامت زدن لغات جدید ابتدا سعی بر فهمیدن لغات جدید با استفاده از بافت متن در صورتی که به طور کامل از بافت متن معنی و مفهوم لغت رو درک نکردید لغات رو در دفتر شیاد داشتون بنویسید تا بعدا مورد مطالعه قرار بدید همچنین مطالعه دوباره متنی که اون لغات رو از اون متن بیرون آوردید تکنیک موثری خواهد بود طبقه بندی لغات یکی دیگه از تکنیک هایی که میتونه مفید و موثر باشه طبقه بندی کردن لغاته با این کار به خاطر سپردن اونها ممکنه ساده تر باشه به عنوان مثال میتونید کلمات مربوط به یک موضوع خاص رو در کنار همدیگه یادداشت کنید و تمرین کنید همچنین میتونید لغاتی که از لحاظ دستوری و به هر ترتیبی با هم مرتبط هستن رو یک جا یادداشت کنید و تمرین کنید. البته بسته به افراد مختلف روشهای مختلف و تکنیکهای مختلف تاثیر متفاوتی خواهند داشت. کشف روشهای دیگه و نتیجه گیری از روشهای ابداع شده توسط خودتون رو به ذهن زیرک شما میسپارید اما همیشه به یاد داشته باشید تکنیکهای گفته شده تکنیکهایی هستند که بر اساس مطالعات و تحقیقات زبانشناسان و دانشمندان حوزه یادگیری و آموزش زبان به دست اومدن. تأثیر اونها بر روی طیف بسیاری از زبان آموزان کشورهای مختلف آزمایش شده و نتیجه بسیار عالی به دست اومده تکنیک هایی که در این بخش آورده شده حاصل و خلاصه بسیاری از بهترین تحقیقات و مطالعات در این زمین است فراموش نکنید که با پیروی از تکنیک ها و با صرف زمان کلی کمتر نتیجه صد و کیفیت بالای فراگیری خواهید داشت شادکام و پیروز باشید